زندان مرکزی تبریز. شورش. گزارش های تکمیلی از شورش در زندان تبریز. شماری از زندانیان شورشی پس از خلع سلاح زندانمانان موفق به فرار شدند. در تیراندازی دشقیمان خامنه‌ای شماری از زندانیان جان باخته یا مجروح شدند. یا بلد. بر اساس گزارش‌های تکمیلی از شورش روز پنجشنبه در زندان تبریز که در اعتراض به وضعیت زندان و آزاد نکردن زندانیان در شرایط شیوع بیماری کرونا صورت گرفت، زندانیان شورشی موفق به خلع سلاح زندانمانان از جمله افسر نگهبان شده و با نیروهای گارد ضد شورش درگیر شدند. برخی گزارش‌ها حاکی است که در جریان این درگیری‌ها تعدادی از زندانیان جان باخته یا مجروح شدند. شماری از مجروحان نیز تحت تدابیر شدید امنیتی در بیمارستان نظامی بستری هستند. موج‌گیری شورش در زندان، رژیم آخوندی یگان ویژه را به منطقه اعزام کرده بود. بر روی پل کابلی که کنار زندان است، تک تیرانداز مستقر کرده بودند تا هر زندانی که موفق به فرار می شود، هدف قرار دهند. در جریان شورش زندانیان در زندان تبریز، شماری از زندانیان موفق به فرار شدند. سایت خبر فوری رژیم درباره شورش زندانیان در تبریز نوشت: ظهر پنجشنبه تعدادی از زندانیان با اعتراض به عدم اعطای مرخصی با آتش زدن پتوهایشان به اعتراض خود ادامه دادند که این امر منجر به ورود نیروهای امنیتی زندان به بند زندانیان شد. گفته می شود زندانیان به سوی افسر نگهبان حمله ور شدند و وی را خلع سلاح کردند و نیروهای امنیتی در این دو بند برای آرام کردن اوضاع مجبور به تیراندازی شدند که چند نفر از زندانیان زخمی شده و به بیمارستان ارتش و نیروی انتظامی تبریز منتقل شدند. از زندان تبریز داریم. زندان مرکزی تبریز. ماشینای مأمور. شورش. به دنبال شورش در زندان تبریز، خانم مریم رجوی از کمیسر عالی حقوق بشر خواست تا هرچه سریع‌تر از رژیم بخواهد یک هیئت بین‌المللی برای بازدید از زندان تبریز و اطلاع از سرنوشت زندانیان را قبول کند. خبرگزاری سپاه پاسداران اعلام کرد بر اساس اطلاعات موثق شامگاه جمعه زندانیان زندان سقز شورش کرده و حدود 80 نفر از زندان فراری شده اند. این منبع افزود شاهدان عینی میگویند تعدادی از این زندانیان در حین فرار با استفاده از ماشین‌های عبوری از محل گریخته‌اند. تعدادی از این زندانیان از کوچه‌های مقابل زندان وارد شهر شده و متواری شده‌اند. پلیس راه سقز خروجی رو بستن. فراری‌های زندان سقز. زندانی سقز. آه والله الله. زندان قزلساره، دو سه نفر مردن، اصلا هیچ رسیدگی نمی کنم به اونا، کرونا مردن. جنایت علیه بشریت در زندانهای خامنه‌ای، فیلمی از داخل زندان قزلحصار، جان باختن بر اثر کرونا و استمداد زندانیان. تو را خدا مردم، هر کس این فیلم را می بیند کاری بکند.
سلام، اینجا زندان قزلسره، دو سه نفر مردن، سن هیچ رسیدگی نمی کنم به امون، کرونا مردن، هممون از صبح ریختن تو هماخوری، هیچی به هیچی، همه کشورها افتادن به جز ایران خراب شده. ایران تو رو خدا مردم هر کی این فیلمو میبینه یه رسیدگی کنه برای ما. خانم مریم رجوی روز پنجشنبه هفتم فروردین ضمن تسلیت به خاطر درگذشت شش زندانی در فشافویه گفت این شروع جان باختن‌های زنجیره‌ای در اثر جنایت رژیم علیه بشریت درباره زندانیان و آزاد نکردن آنهاست. مقاومت ایران بارها بر لزوم مداخله جامعه جهانی و اقدام فوری برای آزادی زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی تأکید کرده است.